خروج. اسرائیلیا خیلی خوشحال بودن که مصر رو ترک می کردن. اونا دیگه برده نبودن و به سمت سرزمین موعود پیش می رفتن. مصریا اونچه رو که اسرائیلیا طلب کرده بودن، از جمله نقره، طلا و اشیای قیمتیشون رو به اونها بخشیدن. بعضی از اقوام دیگه هم که به خدا ایمان آورده بودن، به همراه اونها مصر رو ترک کردن. ستونی از ابر در روز و ستونی از آتش در شب پیش روی اونها حرکت می کرد. حضور خدا در ستون ابر و آتش با اونها بود و پیوسته اونها رو در این سفر هدایت می کرد. تنها کاری که اونا باید انجام می دادن این بود که او رو دنبال کنن. بعد از زمان کوتاهی فرعون و قوم اون از کار خودشون پشیمون شدن و به تعقیب اسرائیلیا پرداختن تا بار دیگه اونها رو به بردگی خودشون در بیارن. خدا نظر اونها رو عوض کرده بود تا نشون بده تنها او خدای حقیقیه و مردم بفهمن که یهوه قوی تر از فرعون و خدایان مصره. وقتی اسرائیلیا سپاه مصر رو دیدن، متوجه شدن که بین دریای سرخ و سپاه فرعون به دام افتادن. اونا خیلی ترسیده بودن و فریاد می زدن: چرا مصر رو ترک کردی؟ همه ما به زودی می‌میریم. موسی به اسرائیلیا گفت: خدا امروز برای شما می جنگه و نجات پیدا می کنی. بعد از اون خدا به موسی فرمود: به قوم اسرائیل بگو که به سوی دریای سرخ حرکت کنند. سپس خدا ستون ابر رو حرکت داد و اون رو میان بنی اسرائیل و سپاه فرعون قرار داد تا سربازای مصری دیگه نتونن اونا رو ببینن. خدا به موسی دستور داد که دست خودش رو بر فراز دریا بلند کنه. سپس خدا بادی فرستاد که آب دریا رو به چپ و راست روند، به طوری که راهی در دریا گشوده شد. پس قوم اسرائیل در حالی که دو سمت اونها دیواری از آب بود، در میان دریا به راه خودشون ادامه دادن. بعد از اون خدا ستون ابر رو برداشت تا مصری ها بتونن فرار اسرائیلی ها رو ببینن. پس مصری ها تصمیم گرفتن که اونا رو تعقیب کنن. بنابراین اونها به دنبال اسرائیلی ها به داخل دریا رفتن، اما خدا مصری ها رو به وحشت انداخت و کاری کرد که عرابه هاشون در گل گیر کنه. اونا فریاد می زدن: چون خدا داره برای اسرائیل می جنگه. بعد از اون که قوم اسرائیل به سلامت به اون طرف دریا رسید، خدا به موسی فرمود: بار دیگر دست خود را به طرف دریا دراز کن. زمانی که اون این کار رو کرد، آب بر سر مصریان و عرابه هاشون فرو ریخت و همه اونها در دریا غرق شدن. وقتی اسرائیلیا نابودی کامل سپاه مصر رو دیدن، به خدا اعتماد کردن و به این باور رسیدن که موسی پیامبری از جانب خداست. قوم اسرائیل خیلی شاد بودن چون خدا اونها رو از بردگی و مرگ نجات داده بود. حالا دیگه اونها آزاد بودن که خدا رو پرستش کنن و اونو پیروی کنن. اسرائیلیا سرودهای زیادی رو در وصف آزادی خودشون سراییدن و خدا رو ستایش کردن که اونها رو از دست لشکر مصر نجات داده بود. پس خدا به قوم فرمان داد که هر سال این رویداد رو جشن بگیرن و به یاد بیارن که خدا چطور مصریان رو شکست داد و قوم اسرائیل رو از بردگی آزاد کرد. این جشن پسخ نامیده شد. اونا هر سال با بریان کردن بره قربانی به همراه نان فطیر اون رو جشن می گرفتن.